در حالی گفته شده که واکسن کرونا شرکت فایزر آمریکا توسط سازمان غذا و داروی این کشور تایید شده که شش نفر پس از دریافت واکسن آزمایشی تولید شده توسط شرکت داروسازی آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک جان خودشون را از دست دادند. خبرگزاری بین‌المللی روسیه اضافه کرد که چهار تن از افراد متوفا دارونما و دو نفر دیگه هم داروی واقعی رو دریافت کرده بودند. همچنین اعلام شد که میان شرکت کنندگان در آزمایش این واکسن یک نفر دچار تسلب شراین شد و سه روز بعد از دریافت اولین دوز دارو درگذشت. شش نفر در مراحل آزمایش واکسن کرونا شرکت فایزر به کام مرگ رفتند. یکی دیگه از افراد داوطلب هم بعد از گذشت 60 روز از دریافت دومین دوز دچار سکته قلبی شد و جان داد. در میان شرکت کننده در این آزمایش دو نفر که دارونما رو دریافت کرده بودند در نتیجه سکته قلبی و مغزی فوت کردند و همکنون علت درگذشت دو تن دیگه از این آزمایش دهندگان در دست بررسیه. در میان شش نفر جان باختگان سه تن بیشتر از پنجا و پنج سال سن داشتند. این آزمایش ها بر روی سی و هشت هزار نفر جمعیت بالای 16 سال انجام شده. بر اساس این گزارش اداره غذا و داروی آمریکا چندی پیش بر کارآمد بودن واکسن کرونا ساخت شرکت وایزر و بایونتک تاکید کرده بود اسناد و مدارک هم نشون میده که دارو در سطح مناسبی از امنیت قرار داشته و هیچ مانعی بر سر راه استفاده از اون در موارد اضطراری وجود نداره اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفا لایکش کنید و کانال ما رو برای ویدیوهای بیشتر حتما سابسکرایب کنید.